دیگه چنان معنی مفهوم خاص نخواهد داشت. نه ولی میشه یک سبب داره بشه تنگ داره چون خود وقت در نظر بگیرم هر چقدر نه آخه نیوردن ملت اصلا آخه گفتی بیرون چه نیورد خب دت تلفن اینا فوتبال فوتبال خدا لعنت کنه فوتبال تلفن ها تلفن هست در نگ مرسی آقا شعبودی شما تو شروع کنید آقا جان بعد من خواستم بگم که سوالی که همیشه پیش میاد من یک ایران بودم سالای مختلفی تدریس میکردم و بعد اینجا کمانه میکردم ادامه میدادم فقط همون چیز که خواستم براتون بگم که یک در کمره‌هایی که استفاده میکنیم بیشتر کمره‌ها همه معکوس فکر میکنن فکر میکنم بازی کمره‌ها مهمترین قسمت کمره‌ها هست و لنزها در رده دوم در حالی که برعکس هست اولی چیزی که در کمره‌ها مهم هست لنز کمره‌ها هست و بعد در مقام بعدی بادی اونها پس هر وقت کمره رو خواستیم انتخاب بکنیم اول مطالعات کافی در مورد لنز کمره ها میکنیم و تمام وقتمون رو لنز کمره ها میذاریم بعد در مراتب بعدی میریم سراغ بادی کمره ها این چیزی بود که هم تقریبا کسانی که عکاسی رو شروع میکنن و تا مرحله 5% میرسن هنوز اون نظر رو دارن از 50 بعد هم تا جمله او خیلی از راه اشتباه اومدن و باید برگردن به سمت عقب بنابراین خواستم بگم که اگر هنن خواستین کمره بخریم فیلم برداری عکاسی یا هر چیزی اول لنز کمره رو مطالعه میکنیم پول اصلی رو برای لنز میذاریم هرچی که کم آوردیم یعنی کمترین قسمت رو برای بادی کمره ها میذاریم شما فکر میکنید لنز باید در نظر بگیریم؟ خیلی سوال عالی خب حالا چیکار میکنیم با لنز ها؟ چه لنزی رو در نظر بگیریم برای خرید؟ دو تا کوالیتی از در لنز ها هست یکی این که بیایم برای روزهای اول بهترین که یک لنزی رو بگیریم که بیشترین تعداد در خودش بگنجونه معمولا لنزهای پروفشنال لنزهای فیکس هستن یعنی یک لنز نگاه میکنیم این کمره من یک لنز فیکس روشه یعنی یک لنز 50 میلیمتری روشه 50 میلیمتری یعنی یک لنز کاملا چی؟ نرمال چشم ما یک چشم نرماله اینها رو تقلیل کردن چشم ما دقیقاً اندازه که شما می‌بینه لنز 50 هست هر چه تعدادش بره بالاتر بشه لنز 75 85 XXX بره بالاتر زاویه‌اش تنگ‌تر خواهد شد از زیبایی شناسی چه اتفاقی پیش خواهد اومد هر چه زاویه لنز ها تنگ‌تر بشه تصاویر از این زاویه تنگ‌تر خواهد شد فشرده‌تر خواهد شد و اصطلاحاً خیلی همینجوری چیز بگم مرتبطه چیزش نشین یک کم به نظر چشم ما زیباتر خواهد اومد به خاطر این است که موقع که از شما عکاسی میکنن در میون عکس 6 در 4 میگیرن یا عکس عروسی میگیرن یا عکس به خاطر خوشگل تر بشه بهتر بشه از لنزهای همیشه تله استفاده میکنیم خاصیتی که در لنز تله هست فشردگی تصویر هست و فشردگی تصویر معکوس و این باعث زیبایی چهره خواهد شد سوال یه درسته بقاله چه پنجمی طبعاً هر چه فشرده تر بگیره جای بیشتر تبعاً میتونه درخش جای درسته یعنی شما جنس های خیلی کوچیک تر در اون تصویر دارید و این در این حال اجناس بیشتری هم وایدتر میتونه نه در فاصله کانونی های بلندتر ما فضا رو تنگ تر می کنیم فاصله کانونی بلندتر این هم دوربین هایی که دوربین های شکاری به قول معروف که با اونها نگاه می کنیم میتونیم وقتی که روی چشم می فاصله های دورتر رو کاملا ببینیم از یک لنز سطحی استفاده می‌کنی کاملا می‌تونی یک عمق بسیار زیادی رو ببینی این مثال راحت‌تر بگم که شما متوجه داستان بشید بعد یک لنز نرمال یک چشم کاملا طبیعی انسان هست یک عقاب یک لنز کاملا بسته داره یعنی زاویه دید ما 45 درجه است زاویه دید عقاب 5 فقط جاست 15 هست 15 درجه است به خاطر اینکه همیشه مثالی که میزنم برای بچه‌ها این که همه فکر می‌کنن اوه عجب چیز پروازی و اون بالا در که اصلا بنده خدا نمی‌بینه چیزی رو اگر از اون فاصله بالا نره به خاطر زاویه تنگ چشماش موجود در پایین نسل نمیتونه ببینه به خاطر اینکه ارتفاع زیاد میگیره که بتونه اون سوژهشو تشخیص بده و بعد باید با شتاب کامل بیاد پایین که بتونه سوژه از جاش تغییر نکنه این به خاطر ضعف یا به خاطر امکان چشمی اون هست فقط این و یک چشم ماهی رو شما نمیتونید یک ماهی رو شکار بکنید تو یک آب شفاف چرا؟
چون 180 درجه کاملا میبینه. شما از هر جهتی بخواید بهش نزدیک بشین کاملا شما رو خواهد دید. بنابراین میگن در آب گلالود باید ماهی رو گیرد باید که جنه. خب دوتا چیزی یاد گرفتیم، یک لنز نورمال چشم انسان هست، دو لنز های تله و سه لنز های کاملا واید انگل یا فیش آی که اسمش هم روش کاملا هست. هر چیز سمت فیش آی ها بریم، یعنی به سمت لنز های واید انگل بیان، تصاویر ما اعوجاج پیدا میکنن. مثل اینکه ما توی یک سماور یک توی یه چیز نگاه میکنیم، تصویر خودتون دیدیم کاملا اینجوریه. پس این فیلم از این قاعده تبعیت میکرد، اومده بود در لنزهای واید شوت میکرد که نمیخواست به سمت زیبایی بره، اومده بود از لنزهای 35 و 24 بیشتر استفاده میکرد در اینا. اگر میخواست زیبایی رو نشون بده میرفت از لنزهای 75 و به سمت تله ها میرفت برای زیبایی بیشتر. حتی میرفت در نماهای میدیوم شات و کلوزآپش هم میرفت سمت لنزهای واید انگل و با واید انگل ها شوت میکنه کلوزآپ ها رو. پس سه تا قاعده لنز ها رو داریم. حالا سوال شما که آیا لنز های تک بخریم، یه دونه مثلا 50 بخریم، یه واید انگل بخریم و یک تله بخریم؟ بله، حرفه ای ها این کار رو میکنن، با خودشون یک سبد لنز دارن، همیشه نمیدونم یه 50 دارن، یه 75، یه 95، یه 300 و از اون ور واید انگل ها. ولی سبد خیلی بزرگ میشه و بعد حمل اونها خیلی سخت خواهد شد، ولی چاره جز این نیست. در حال حاضر چاره جز این نیست. لنز های ساخته شدن که چند تاشون با هم کامپکت هستن، لنز های تلزوم 50 توش هست، 60، 70 و و و مثل این لنز. این یک لنزی هست که 35 135 هست، یعنی 50 که وسط این هست، از 50 که سمت پایین بیان تا 35 بشه واید انگل ها و از 50 که سمت سر 35 بریم میشه تله ها. این لنز هست که معمولا در رده های غیر حرفه‌ای استفاده میشه، ولی انواع لنز ها رو توش میتونید ببینید. 35 منهای سر 35، 100 تا لنز داخل این گنجانده شده، یعنی هر کدوم از اینها که تغییر میدیم در حقیقت یک لنز جدید هست و یک زیبایی شناسی جدید و یک نمای کاملا متفاوت. ولی به خاطر دلایل فیزیکی که درش هست از لنزهای زوم در کارهای حرفه‌ای استفاده نمیشه. یکی از مشکل ترینه، من توضیح کوتاه بدم بعد سوال جواب جان. سوالا از خودتون میگه خواهشام بگیرید، چون بعد بخش کارگوری هستش، هر کسی که اختیار میکنه. در سینما استفاده نمیکنیم از لنزهای زوم به خاطر یک قاعده فیزیکی که هنوز قابل تاثیر نیست. هر وقت شما بخواید فردا در سینما چرا لنزهای زوم رو نمیبینیم رو کامراهامون اگر بخوایم، چون در سینما معمولا افراد حرکت خواهند کرد. مثلا در اون نمایی که دیدیم من اینجا حرکت میکنم، از فاصله X میام به Y میرسم، 5 متر میام جلوتر و معمولا دستیاری که فیلم بردار موظف فوکوسینگ رو با ما بیاد، یعنی از 2 متر بیاد 3، 4 و 5 متر. اگر با لنز زوم چنین کاری رو بکنیم ما تغییر شات خواهیم داشت، یعنی شات ما تغییر خواهد کرد و این به عنوان یک جامپ محسوب میشه در کار فیلم. بنابراین عملا لنز زوم در کارهایی که حرکت درشون هست و ما مجبوریم فالو فوکوس کنیم عملا از رده خارج میشن. فقط در جایی که میتونیم استفاده بکنیم که از لنز زوم رو باش چه فوکوسینگ نکشیم، به جای تغییر فاصله درش ایجاد نکنیم، یه لنز فیکس انتخاب بکنیم و با اون شوت بکنیم، که اون هم به خاطر کوالیتی ها و چیز فیزیکی که حالا جاش اینجا نیست صحبت کردنش، از لحاظ کوالیتی بسیار بسیار پایین‌تر از لنزهای فیکس هستن. این یک لنز 75 که من الان انتخاب میکنم و یک لنز 75 که در اینجا هست کاملا متفاوته. خیلی کوتاه بگم که به خاطر اینکه چندین اپتیک در این گنجانده شده و ما با یک تغییر فاصله اپتیکا رو جابجا خواهیم کرد، در حالی که در این اپتیکا همه سر جاشون کاملا پیچ شدن و محکمن و هیچ تغییر درشون وجود نمیاد. این روز اول ممکن به شاپ نصف خیلی خوب داشته باشه، اما هر ساعت که ازش بگذره دیگه اون اپتیکای شاپ در جای خودشون دقیقا نیستن و هرچه از عمر لنز بیشتر بگذره و این مشکل برای لنز زوم بیشتر و بیشتر و بیشتر خواهد شد. منهای 10 تا درجه دیگه که حالا یکم اختصاصی‌تر است و
سوال در مورد دوربین های ثابت تا دوربین های یک فاصله کار متقاطع دارن. لنز های ثابت. روی اونها نقطه فوکس رو میشه تغییر داد. یعنی در هم موقعیت که کسی داره حرکت میکنه. در حقیقت شما فاصله رو میتونید در روی یک لنز چی چیزایی داریم؟ یک فاصله داریم از یک متر تا بی‌نهایت، بی‌نهایت اونور. یک چیز داریم رو دیافراگم داریم و دیافراگ چیکار میکنه؟ دیافراگ مقدار نور رو برای ما تعیین میکنه. یعنی درجه دیافراگ 22 تنگ‌ترین درجه هست و همجوری میریم سمت پایین‌ترین درجه که میشه تقریبا چیز مایه‌های مثلا 1.2. حالا چه لنزی انتخاب بکنیم برای خرید؟ هر لنزی رو که مقدار افش پایین‌تر بود بهترین لنز هست. اگه بخوایم یک فرض کنیم لنز 50 که می‌خوایم بریم بخریم، این لنز من الان هست 2، یعنی آخرین دیافراگمش 2 هست. لنز بسیار خوبی بخاطر اینکه دهنه دیافراگ تا 2 میتونه باز بشه. این لنز فرضاً توی بازار هست $100. اگه 2 بشه 1.8، یعنی یکم درجه بتونیم بازتر بشه، از $100 میشه $200. اگه بشه 1.2 یک باره میشه مثلا $1,000، به خاطر اینکه شما از کل سطح اپتیک استفاده خواهید کرد و اون موقع بحث کوالیتی پیش میاد و و و که پس لنز هایی که دیافراگم پایین تری دارن بسیار بسیار کوالیتیشون بهتره و بسیار گران قیمت تر هستن. بنابراین لنز هایی که شما انتخاب میکنید باید این المانش کاملا توجه بکنید. حالا دیگه باید بس فنیش نمیشیم که اینها توی مرتبه خاص خوش میدارن که چرا باید گرم تره. باید دستور کارگران اشاره کرده که وظیفه‌اش یکی وظیفه‌اش فوکوس کردن. دستور فیلم بردار. بعد من خواستم که این چجوری عملا انجام میشه، ریگی که داره. نه. حالا الان دیجیتال هم مثلا ممکن اسکرین نشه باشه. ولی زمانی که این چیزا نبود نگاتیو بود و این داستانا این که من هم تام فیلم یه شات دیدم که سابجکتش ایده از فاصله خیلی دور نزدیک رفت خیلی دور ولی این فوکوسش دقیقاً مونده بود و خیلی تعجب کردم. مثلا این اولا چی رو انجام میده این دست، یعنی که مثلا یه میتر داره یه اون چیز داره فاصله رو حد میزنه ولی اون اجاستش میکنه با اون هنوزم به روش 2000 فرد میلاد انجام میدیم. هنوزم همون سر که فاصله شاختی که سابجکت رو نگاه میکنی چی از چهره یک سابجکت برای شما مهمه؟ فقط چشم‌های اون سوژه هست. یعنی یک تصویر از یک چهره انسان می‌گیریم، چیزی که برای ما مهمه است فقط فوکوس بودن چشم‌هاش هست. اگه شما از یک فردی تصویری بگیرید که یک مقدار چشم‌هاش فوکوس نباشه، اتوماتیکلی تمام آدما می‌گن این جست اوت آف فوکوس است. فرضاً اگه بیام یک تصویری از من بگیرید که مثلا اینجای من فوکوس باشه یا حتی نقطه تمام من فوکوس باشه، چشم‌ها فوکوس نباشه، اینجا فوکوسینگ داره ولی 90% از افراد میگن که این اوت آف فوکوس است. بنابراین قاعده این است موقعی که برداری یه متر میگیریم از دوره چشم ها تا فاصله کانونی کامرام 10 متره. بعد به خاطر تجربه دستیار اولمون اون میدونه سوژه در 10 متر فوکوس هست. حالا میگیم بهش بیاد، بازیگر خوب میدونه که از بهترین چیز هست، بازیگر میدونه در کجاها چقدر قدم برداره و حتما باید به سر جاش بیشتر 10 متری میاد 5 متری و باید 5 متری بیسته. بنابراین فرق به خاطر چی یه بازیگری هست مثلا اینقدر دست میشه اونی که اینقدر دست میشه، برای که بازیگر حرفه‌ای تمام قواعد لنز ها رو میشناسه، یک کارگردان خوب تمام قواعد لنز ها رو میشناسه. بنابراین 5 متری میاد به 10 متری و اون تمام فوکوسینگ ها رو باش تا 5 متری تا درستش خواهدش. خواهدش تقسیه، شما دارید تقسیم راه بگید، درست هم دارید که مداره میکنم به تقسیم نزدیک میشیم، من این فوکوس رو تغییر بدم. نه، اصلا تقسیه نیست، برای اینکه قاعده کاملا فیزیکیست. فرد 5 متریه، اون فرد حساب میکنه که اوکی 5 متر میاد به 7 متر، میاد به 5 متر، میاد به 2 متر، میاد به 1 متر، 1 متر دیگه برمیگرده، 5 متر دیگه برمیگرده، 7 متر دیگه برمیگرده، تمامشو علامت گذاری کرده روی لنز و طبق علامت ها کاملا پیش خواهد رفت. نه اون متر چجوری هست؟ بعد حد شده دیگه علامت گذاری؟ بله، نه علامت بزنن روی زمین میتونه؟ علامت روی زمین هست کاملا مشخصه و بعد به قول شما دستیار خوب کاملا دیگه مسلط هست که اون فرد چقدر خواهد مورد چقدر برخواهد گشت.
و یک بحثی هست به نام حوزه عمق میدان که حوزه عمق میدان ما کمک خواهد کرد که این فاصله رو درست کنه. یه سوال گفتید 35 میلیمتر رو بهش میگن واید انگل، درست؟ بله، هرچه از 50 بیم سمت پایین به حوزه واید انگل ها میاییم که تا مرزهای 180 درجه کل خانواده واید انگل ها هست، 50 نورمال هست، 50 هم تا لایتنانی میشه لنزهای تله. دست فاندیشن این روی این بود که منطقه هم بکنم روی این هستش که شما وقتی 50 میلیمتر در نظر میگیرید یک چجوری بگم یک اسکوپ یک دامنه بیشتری رو در بر میگیره تا 35 میلی متر، درسته؟ یعنی شما وقتی با لنز 5 میلی متر میگیرید تقریبا شات جوری کاملا مشخص دیگه. برعکس فاصله نرمالمون هست چند؟ 45. تله ها یک تله مثلا فردن تله های بالاتر 46 دیگه فاصله اش خیلی تنگتر خواهد شد. یک مثلا لنز 300 فقط 5 درجه به شما نشان خواهد داد. در اگه یک واید انگل یا واید انگل مثلا 18 180 درجه به شما نشان خواهد داد. خیلی فضاها باز خواهد شد. پشت اینها تمام قواعد زیبایی شناسی هم خواهد اومد و مفاهیم زیبایی شناسی پشت اینها خواهد اومد که اگه یه چیز رو با واید شوت بکنیم چه مفهومی خواهد داشت، اگه با تله شوت بکنیم چه مفهومی خواهد داشت. حتی تک تک اینها میتونه کاملا تاثیر بیننده داشته باشه. باشه عددش چجوری محاسبه میشه؟ چه برعکس عددش برای لنزها؟ آره مثلا چرا هرچی عددش درجهش کمتر میشه؟ بحث فاصله کانونی هست. بحث فاصله کانونی حساب. بله بحث سیاست پیچیده این نیست. یک لنز شما در نظر بگیرید. اگه بیم دو تا خط اینجوری بکشیم، این میشه محل کانونش. حالا دیگه از این بعد خیلی راحت میتونیم تشخیص بدیم. یعنی لنز نگاه میکنیم به راحتی میگه اوکی، این تقسیم میکنیم کافی این مقدارش در بیاریم میفهمیم که لنز چند میلیمتر است. حتی بنابراین وقتی فاصله کانونی اینقدر هست از دور میشه فهمید این لنز کاملا تله است. یک لنز کاملا کوتاه است یک لنز واید، یک لنز فیشال کلا خیلی کم قطر است و یک لنز سیزر یک لنز بسیار بلندی است. یعنی فوتبالیست ها شوت میکنن کنار زمین ایستادن لنز های بسیار بسیار فاصله کانونی بلند دارن، برای اینکه فاصله های زمین فوتبال اصلا بلند هست برای شوت کردن به بازیگرا و با کسی مسابقات انجام میدن اجازه به فاصله کانونی بسیار بسیار بلند داره. طرفه به میلیمتر دیگه فاصله کانونی به میلیمتر میتونه به این چند باشه ولی به هم که درجه نیست درجهش نه. اینی که گفتیم که واید و تله رو من متوجه شدم. سوالم در مورد دوری و نزدیکیه که از لحاظ زیبایی که میخواییم توی تصویرمون داشته باشه گاهی اوقات استفاده از یه لنز خاص میتونه یه تصویر خیلی دور رو نزدیک بکنه، در حالی که از لحاظ ویژوالی مغز ما اینو متوجه میشه که این دوره ولی نزدیک شده. میخوام بدونم که چه لنزایی این تأثیر رو میذارن. یعنی من توی بعضی از فیلم‌ها متوجه میشم که از لحاظ منطقی نمیتونه این آدم انقدر نزدیک باشه از یه لنز خاصی استفاده. یکم شاید پیچیده رو عنوان کردن، سعی میکنم خیلی ساده توضیحش بدم. یکی دیگه از قواعد زیبایی‌شناسی لنزها اینجوری هست که هر چه لنزهای تله‌تر استفاده بکنیم فشردگی فضا رو تنگ‌تر کردیم. یعنی من اینجا ایستادم، میز در یک متری من هست، کمبر در یک متری من هست، تخته وایت بورد پرده در سه متری من هست. اگه با یک لنز 300 شوت بکنم فاصله کمبر تا من میشه 2 میلیمتر، فاصله من تا پرده میشه 5 سانتی متر، ما با هم فشرده شدیم. دیدیم بعد موقع از خیابان ها شوت میکنن یه توی پیاده رو شوت میکنن همه افراد فشرده تو هم، در که اصلا اینجوری نیست. این پیاده رو معمولی همه با فاصله دارن را میرن. اگه با این لنز 300 شدش بکنیم این لنز 400 شدش بکنیم احساس میکنیم که همه تو هم فرو رفتن. این پیاده رو چقدر جمعیت توش هست اگه اصلا چنین چیزی نیست. حالا اگه بیایم برعکس با یک لنز واید شدش بکنیم میبینیم که خیابونی پیاده رو خیلی گرموشاده که همه دارن را میرن، اصلا فاصله هاشون خیلی خیلی زیادتر از حد معمولی. پس این نتیجه اخلاقی میگیریم با لنز نرمال فاصله ها برابرن درستن، با لنز تله ما دست میبریم در میزان فاصله ها،
فاصله رو کوتاه میکنیم و در واید انگل ها فاصله رو بسیار بسیار بلند میکنیم. راشد برای همینه که توی چیز اینجا دیگه خود شما باید ادارت رو رو باید بسید که چند بر سال جنه دارید آقای من کنم نه میگم برشی یه چیز دیگه بود نه سوالی توضیحه یه توضیح میخوام بگم و همین خاطر دستور عمله که نماز جمعه و راه پیمانگه رو همه رو با لنز چیز میگم که جمعیت خیلی بیشتر جدی میگم پیام سیاسی نه کسی فهمیده کاملا یه دیگه متوجه من یه سوال داشتم. کلینت ها میتونن ما میتونیم با اینها یه جوری احساسات هم منتقل کنیم، یعنی مثلا من بخوام ترس رو با میزان فاصله‌ام بیان کنم یا بخوام مثلا نمیدونم یک انگزایتی رو باش نشون بدم، آیا این چیزا امکان هست با فاصله این کار بکنم؟ یعنی که بیشتر اون بالا و پایین بردن دوربین یا نگاهی که ما بهش میدیم و اینجور چیز هست یا نمیتونم از فاصله بردیم؟ جمع مثلا که جد آنه و آزده گفت که یه نفر گفت که یه صحنه میخواییم که مثلا یک باران زیبا بر سطح یک جاده میبارد. نگونه باران وقتی عرض فیزیکی میان ما زیبایی چیز میان یک آبی که میخواد به سطح میبارد. حالا جمع اینا رو که میگیم بله میشی خلق کرد، باید خلق بکنیم. حالا جمع اینا میشی که استعدادی کارگردان، نوع رو پردازی، نوع استفاده از لنز، نوع افلان، نوع افلان، بعدش یک باران زیبا بر سطح جاده میبرد. بر جمع تمام اینها میشه اون چیزی که باید بهش برسیم. حالا بعد موقع بهش میرسیم، بعد موقع بهش نمیرسیم. هرچه حرفه‌ای تر باشیم در این زمینه میتونیم به اون موضوعمون برسیم. از حالا به این چیز میرسیم که آکه یه فیلم موفق فیلمیست که جتیم موفق تری داره که وقتی که اون مسئله که کارگردان داره، اون ایده‌ای که از متن اومده، اون افراد بتونن پیاده بکنن، فیلم همین باش ارتباط برقرار کنیم، درکش میکنیم و باش فالو میکنیم. یکی از اینو قطع بکنن، فالو نخواهیم کرد. اگه موسیقی که دوستمون گفت درست انجام نشه، ارتباط ما رو قطع خواهد کرد. اگه اون بس که شما گفتید صداگذار فیلم، نه صداوردار فیلم، صداگذار فیلم صدا رو درست روی اون سوار نکنه و مفهوم رو درست نرسونه، ارتباط ما رو قطع خواهد کرد با کل سابجکت. من این سوال داشتم، اگه میدیومی که ما داریم میگیریم هوا نباشه، عادی نباشه، مثلا از زیر آب بخوایم بگیریم، این تفاوتی ایجاد میکنه رو استفاده از لنز یا نه؟ زیر آب گیریم مادر خیلی خوب از زیر آب. آقای آهی منظورتونه؟ آقای آهی برد برده بالا. آقای آهی شما جوابی ده. قطعا تغییر میکنه، برای اینکه زاویه شکست نور در زیر آب و شکست نور در هوا متفاوته، در نتیجه فاصله ها معمولا نزدیکتر دیده میشه. درست بفهمید در واقع شما در رابطه با دوربین لنز و اون مسئله اولویت با لنز و بعد بادیه به اصطلاح دوربین هست، ولی صدا رو نگفتید. چرا؟ بعضی از دوربین ها خب صدا همون موقع میکروفون داره، فیلم برداره از دو نفر پشت نمیدی کارگردان هاست که صدا برداره. اینا یه دو مزایما هستن، گفتن یه مهمونی راستن یه جلسه فیلم برداری همه دارن کار میکنن، همه نور میچینن، همه دارن خیلی گروه منظم کن، ولی یه فر اومد همه گروه با هم بیر نمیدونم این کیه بسه این کارگردان ولی در حوضی استفادی من نیست، در کرتیبی من نیست. نه یعنی رابطه با دوربین نداره؟ نه تو کاره متاسفانه در زمانهای پیش کاف بس میکردم به کمرا که خیلی مزاحم بود، ولی خوشبختانه تو دیگه این کار نمی کنم که راحت شده. اصلا بحث صدا کاملا بله، نه اصلا یادم مهم نیست. ساختان یا رفته میگه آره ساختان یا رفته میگه باش میدهیم اونم همون حرفا رو میزنه راجع به تصویر دیگه، تنها صداست که میبینه. نه راجع به حرکت دوربین خب یک قواعدش مثل همین لنز هست که مثلا خب وقتی که شما تیت میکنید یا پرد میکنید، نوع حرکت دوربین و اون تراولینگ ها که معمولا صحنه های قشنگ نونام استدیکم و صحنه های قشنگ که توی فیلم ها هست،
حالا خیلی وقتا مثل همون چیزی که راجع به آتوفوکوس شما یه جایی اشاره کردید، همین هم راجع به اون حرکت هم میشه زد. خیلی وقتا یه چیزای مود میشه، مثلا الان امروز حالا تو فیلم اکشن که مثلا میبینیم نوع همین هلی شات های قشنگ و فلان، خب تو فیلم اکشن هست، ولی حتی تو فیلم های هنری ما میبینیم مثلا تراولینگ مود میشه، دوربین روی دست مود میشه، به این معنا که شما نگاه میکنید یه فیلم، حالا علاوه شاید خیلی چیزا نقاط قوتی داشته باشه، ولی یه ارتباطی که مثلا به یه فیلمی مثل جدای نادر از سیمین شده اینه که این فیلم همه یه فیلم دوربین روی دست، در حالی که خب قاعدتا اگر کارکرد هر کدوم از مثل همین لنزا که کارکرد احساسی و مفهومی خاصی دارن، کارکرد هر کدوم از اون حرکات دوربین هم مشخصه، کارکرد پن با کارکرد مثلا دوربین روی دست یا با کارکرد تراولینگ فرق داره. حالا اینی میمونه که در واقع من میخوام این تشبیه بکنم همونطور که شما گفتید، اینی که آتا فوکس میتونه یک جای معنایی بده که یه نفری از آتا فوکس میاد توی فوکوس، مثلا یه در واقع سربازی یا یه نفری میاد یه هایی وارد صحنه میشه، اوپنینگ شروع اون کاراکتر است، یه معنایی با خودش داره. ولی اگه یه فیلم و یه کارگردان بیاد همه رو آتو فوکس بگه میشه یه دیزاستر. حالا اینجا من میخوام ببینم که این مدل در واقع نقد که هر کدوم از این کارکردها در کنار صحنه در لنزایی که انتخاب میکنی مهم داره و مهم است و باید انتخاب بکنه کارگردان مثلا دی او پی، اینو شما قبول دارید؟ ولی فقط یه چیز کوچیکم بگم در مورد این فیلم، یه نقطه مثبتش به نظر من تعدد استفاده از این حرکات مختلف دوربین و لنزاش بود، در حال درستی که اشتباه داشت، عین کسی میمونه که دیکته ننوشته غلط نداره است، بارها تصاویر قشنگ رو در کنار هم گذاشته بود و چند تاش هم مشکل داشت. بود دو تا بمثل خوبی بود. این کلمه مود رو یکم عوضش کنیم، زیاد شاید خوب نباشه. این جلسات که آقای آمد دوزی خواهد داد، آخرین جلسات هستم و کارگردانی، این بیشتر تو اون حوزه قرار میگیره. اول این کار مثلا یک فیلم نامه میاد از طرف یک نویسنده، یک کارگردان انتخاب میکنه و پرودیوسر و بعد دی او پی میاد و و و و صحبت میشه. یکی از مباحثی که اینجا شما گفتید مود نیست، یک گروه با هم تصمیم میگیرن که یک سازمانی به اون فیلم بدن. فرضاً مثال عملی رو فیلم خودمون بزنیم، ما اومدیم یه فیلم شرکت داریم برایتد آفتمون، خب تم یک تم اینجوریست، تم مشخص میکنه که حالا حرکت دوربین چی باشه و بعد تصمیم میگیریم که حرکت دوربین اون چی باشه، نمیگیم تصمیم درستی یا 100% درصد یک اکیپ، یک نفر، یک کارگردان تصمیم میگیره که حرکت بشه روی دست یا حرکت همه تراولینگ یا حرکت اصلا استدی کمه یا حرکت اصلا هلی شات هست. این تصمیمی هست که گرفته میشه در اونجا و اون تصمیم تثبیت میشه. حالا وقتی که نوشته ترجمه شده فیلم و ما روی پرده میبینیم، ما به عنوان ناظر میشیم تا نظر بدیم. حالا نظراتون هم برای خودمون محترم هست، حالا کارگردان بیاد اونجا شاید نپذیره، حالا پذیرفتن این نپذیرفتن مهم نیست، در حالی که یک فیلم ساخته شده حالا ما داریم نقدش میکنیم، اون که نقد ممکنه یه اثر ساخته شده تموم شده، بنابراین ما نقدش میکنیم و از این حرکت خوشمون نیومد. اوکی، اگه آقای امیر نادری باشه خیلی جهت حرف بد خواهد زد، اگه یه کارگردان مؤدبی باشه خب یه حرف چیزی دیگه، ولی در اصل یک اثر یه نفر تصمیم گرفته روش و انجام شده. اون بحث مود رو گفتم عوضش کنیم، باید بگیم تصمیم یک گروه، تصمیم یک فیلم، یک تصمیم یک کارگردان این اثر رو وجود داره، این اثر رو خلق کرده. حالا ما باشه تو برقرار میکنیم نمیکنیم 100% همه سرداش آتا فوکس باشه، این هم میتونه سلیقه اون شاید مثلا شما مثلا تو کار آوانگارد نگاه کنیم که فیلم که اصلا کار آوانگارد فیلم مثلا شما یک کار عجیب غریب میکنیم جا بیفته. بحث جامپ کات، حالا بحث نظری هست که بچه های نظری روش نظر خواهند داد، بحث که آقا عزیزی میتونه خیلی خوب بازش بکنه، ولی بحث جامپ کات در سینمامت همه تنگ میکنن، مثلا جامپ کات وجود نداشته، یه فیلم کسی میاد جامپ کات ایجاد میکنه و در یه فیلم پنج جامپ کات میذاره و بعد جا میفته و همه قبولش میکنن دیگه. و این
مثلا خواهش کنم در مورد موقعیت دوربین در حد دوربین هم یه مقدار صحبت کنید. مثلا فرض کنید که در یه فیلم دو تا کاراکتر دارن با هم دیالوگ دارن، معمولا اینطوریه که خب دوربین مثلا همیشه سمت راستی رو از این زاویه میگیره، سمت چپی از این ور، برای شما ذهنیت ایجاد میکنه که این کاراکتر این ور، این کاراکتر این ور. بعد بعضی فیلم‌ها ناگهان ذهنیت شما به هم میزنه، یعنی دوربین رو میذاره اون گوشه و شما جهت آدم ها عوض میشه. این اشتباس یا اینم تکنیکه؟ این در حوزه ما نیست ولی این کاملا مشخصه. وقتی میخوام دو نفر با هم کانورسیشن میکنن معمولا دو تا روش داره. در روش کاری سینمایی فجاتی یک کامرا این کار رو انجام میده، یعنی لفت به رایت رو شوت میکنه، رایت به لفت رو شوت میکنه، و در کاری استودیو دو تا کامرا میذاره که اینطور با هم شوت میکنه. ولی یک چیزی به نام خط فرضی داریم که اگه خط فرضی رو درست انجام بدیم، فرض بیننده کاملا درسته، یعنی فکر میکنه اون فرد مقابلش چی داره. اگه خط فرضی رو بشکنیم، این ارتباط بیننده قطع خواهد شد. یعنی حالا بعد از آقای آیه میپرسیم که خط فرضی رو چجوری میکشن و آخر رابطه‌اش رو براتون خواهد گفت. بنابراین خط فرضی یک قاعده‌ای که در سینما همیشه گیست. خط فرضی رو باید کاملا رعایت بکنیم که اون فرض بیننده رو به هم نریزیم. به محض شکستن خط فرضی، فرض بیننده هم در هم خواهد ریخت. بحث در سینما اونجا حالا بعض موقع عمدن این کار رو انجام خواهیم داد. اوکی، بنابراین میخوایم این کار رو بکنیم و اون ذهنیت رو بشکنیم، این کار رو انجام میدن که میشه جام کار کنیم. آره، من دو تا سوال داشتم. اول متوجه نشدم چرا شما، چون من احساس کردم توی این فیلم تله زیاد استفاده کرده، ولی شما گفتیم توی نمای تله خیلی خیلی کمان میتونیم در طرف فیلم رو ببینیم، ولی بیشتر جاها نماهایی است که باید لنزهای تمام معمولا اگر در یک فیلم این فیلم رئال نگاه کنیم بشورده هستن کلوزآپ باش نمیدیم. نه، در بعض کلوزآپ استفاده میکنه از این استله. مثلا بود که مثلا فرض کنیم که نماهایی که استفاده میکنه، فرض نماهایی که یک فرد پشت یک فرد جلوه، به اسم نمای روسی حالا معروف هم که الان زنیتون بهشون اتفاق میشه، میبینی که معمولا میتونه از لنزهای کمتر وایدتر استفاده بکنه، ولی عملا در این فیلم بیشتر به سمت لنزهای واید میره، یعنی عمدن و درست به سمت لنزهای واید میره که اون فضا رو اصلا تردیف نمیخواد بکنه، برعکس میخواد به اون سمت غیر تردیفی بره. اوکی، بعد من سوالشم چون من مثلا میدونم توی دوره از تاریخ سینما مثلا میتونستم باید که ریل چه مقدار بود، مثلا هیچ کار توی فیلم روپ میخواست بسازه، مثلا ریل های اون زمان 10-11 دقیقه ای بودن، بعد ادیتور در واقع 10-11 افتاده بود. بعد الان دیدم مثلا بعضی کشورها حتی هنوز هم وجود داره، مخصوص محدودیتی که اون ریل داره، مثلا وار کاراوای مثلا فیلم باش بازم هنوز 10-11 دقیقه ها میبینیم، تقسیم بندی ادیتور روی همون صورت میبینیم. الان میخوام ببینم الان آیا این موضوع هنوز این اکسترنال دایمنشن وجود داره تو دوربین فیلم برداری، یا هیچ محدودیت دیگه وجود نداره تو فکر نمی کنم اون موقع هم چنین چیزی باشه. نگاه کنیم مثلا از زمانی که تقریبا برگردیم به زمان قبل از ویدیو، بیایم ببینیم بس 35 میلیمتری بخواد. معمولا دوربین های 35 میلیمتری 3 دقیقه و 30 ثانیه کاستشون طول میکشه که تموم بشه. در 16 میلیمتری 9 دقیقه و خورده طول میکشه که یک کاست تموم بشه. بنابراین فقط هیچکاک که گیر میکنه و خیلی از کارگرای محدودی که سر تایم کاست گیر میکنن، وگرنه بقیه با تایم کاست اوکی هست. یعنی اگه نمامون از 3 دقیقه بالاتر نره تا مرز 4 دقیقه نرسه، یک کاست کاملا اونو میکشه و اگه 16 میلیمتری شروع کنیم تا 9 دقیقه میکشه. بنابراین بعد از کارگرای مثل هیچکاک مشکل داشتم. فقط تو تناب البته، نه تو تمام. بله، توی مثلا ولی خوشبختانه با اختراع ویدیو دیگه چنین چیزی نداریم. می‌تونیم یک مثل اون کاری که 24 ساعته هست، می‌تونیم 24 ساعت روشن بذاریم و یعنی هیچ معنی نه. یه هارد 1 گیگ می‌ذاریم یه شات شوت. آره، میگن تو هنگ کنگ مثلا کارگردان هنوز این محدودیت داشت، گفتم شاید هنوز تو بعضی کشورها مثلا سیستمش تکنولوژی نه از وقتی که الان بچم البته بعد میگه که مثلا شاید 20 سال پیش ما کاستامون رو عوض بکنیم، کاستای سنگین‌تر رو کامرامون بزنیم، یعنی از برای 35 میلیمتری میتونیم کاستای از 800 فیت استفاده بکنیم.
8 سانتی میشه در حقیقت 3 دقیقه و 30 ثانیه میشه زبردو میتونیم بکنیم، میشه 7 دقیقه میتونیم شوت بکنیم. ریفلکس 1200 خاطر بگم خب مرتبط با همین اخیرا یه کم علاقمند شدم به این نکته شیمیایی و در دیجیتال نیوز کاران هست. این فیلم شیمیایی بوده دیجیتال این 35 35 میلیمتری بعد منظورشون از تمام 35 16 و 8 میلیمتری فیلم هایی که پلاستیکی هن باید با داروهای شیمیایی شسته بشن و تبدیل میشن به یک نگاتیو، نگاتیو رو تبدیل میکنیم به پوزیتیو، پوزیتیو رو از پشتش نور میدیم رو پرده نمیدیم. ویدیو ها که اومدن دیگه داستان کاملا تغییر کرد. ویدیو ها که الان 5 اومدن دیگه با کوالیتی خیلی خیلی بالا، سونی تازگی کامرا زده به نام 8K و در حال حاضر ما فیلمونو با یک کامرا شوت کردیم به نام 4K که 4K چیزی معادل دقیقا 4K معادل 35 میلیمتر هست. یعنی از لحاظ کامپیر کردن لحاظ هنر مسئله کاملا این تبدیل ترانزیشن طبیعی انجام شده، اینجور نوستالژی به فیلم شیمیایی وجود نداره. نظر شخص خودتون تقریبا می‌دونیم کاملا متفاوتن، دو تا جنس کاملا متفاوتن این دو تا، ولی میشه اینها رو خیلی خیلی به هم نزدیک کرد. فرضاً بحث لاتیتیودی بحثی بود که چند تا از بحث لاتیتیود می‌دونن؟ سالم هر توضیح داد من نمی‌دونم اگر اشکال نداره. بحث لاتیتیود این که شما بتونید وقتی یک جسم رو شوت می‌کنید، وقتی یک فضا رو عکس می‌گیرید، بتونید تعداد لایه‌های خاکستری رو بیشتری داشته باشید. هر چه تعداد لایه‌های خاکستری بیشتری داشته باشیم می‌گیم لاتیتیود فیلم بیشتره. فیلمی بهتره که تعداد لاتیتیود بیشتری داشته باشیم، فاصله خاکستری رو بیشتر شوت بکنیم. این مشکل بزرگ ویدیو بود که الان کاملا در سری جدید کامرا 5 تا پیش کاملا هر 12 فیت 16 فیت می‌دونه 8 یه بار دیگه من را میگیرم این 12 فیت و 16 فیت نه اصلا یک کاری در کامرای جدید کردن، در کامرای جدید اومدن که بحث لاتیتیو برای همیشه حل کردن. شما الان میتونید یک فضا رو شوت بکنید، فرضاً ما در 35 میلیمتری